سلام دوستای خوبم، امروز در مورد یکی از کارهای پسندیده‌ای میخوایم صحبت کنیم که نشان دهنده اخلاق و رفتار پسندیده هر انسانیه و بر هر انسان مسلمان مؤمنی مثل شما بچه های خوب ضروری تره، چون شما به خدا و روز واپسین ایمان دارید. هر انسان با اخلاقی نسبت به کسی که بهش خوبی کرده نوعی احساس دین میکنه و میخواد به نوعی این کارشو تلافی کنه، به صورتی که خوشنودی شخص رو برآورده کنه که به این کار شکرگزاری گفته میشه. آره بچه های خوب، همه ما حتما با اشخاصی تو زندگیمون برخورد کردیم که خودمونو به نوعی مدیون اون میدونیم. پدر و مادر که از کودکی به همون رسیدن، به همون لطف داشتن، دوستا و همسایه هامون، معلممون و همه کسایی که به نحوی به ما خوبی کردن، همه اینها ما بهشون مدیونیم. اما از همه اینها ما به یکی بیشتر از همه مدیونیم، اونی که همه چیزهایی که داریم و همه انسانها هر چیزی که دارن از اونه، اونی که سبب خنده و شادی ماست، اونی که مرگ و زندگی ما از آن اونه، خوشبختی و بدبختی ما در دستشه، ذاتی که تمام عالم به فرمان اونه، سراپای داشته های ما نشان از لطف اون داره. بله دوستای خوبم، اون همون آفریدگارمونه، همونی که ما در شکرگزاری کردن ازش کمکاری میکنیم. پدر و مادر و دوستان و همسایه ها برای شکرگزاری از قلم نمی افتن، اما ما فراموش می کنیم که باید شکرگزار اون آفریدگار مهربونی که ذره ذره ما از آنشه باشیم. دوستای خوبم، لحظه ای هم اگر شده به این فکر کنیم که همه چیزهایی که داریم در واقع اون چیزیه که خدای مهربون بهمون داده، حتی پدر و مادرمون، دوستامون و سلامتیمون، همه و همه مال خداست، پس نباید سپاسگزاری از اون رو از یاد ببریم. در واقع اگر سپاسگزار خدای مهربون باشیم، میتونیم از عهده سپاس دیگران بر بیاییم، چون سپاسگزاری از خداوند همون اطاعت از اونه که در پیروی کردن از خدا باید به همه مردم خوبی کنی و در برابر خوبیشون سپاسگزارشون بشی. بچه های خوب، اینو فراموش نکنید، خدای مهربونمون به سپاسگزاری ما نیازی نداره، چون اون بی نیاز از هر چیزیه و در واقع اون از ما میخواد امری که سبب خوشبختی خودمون میشه رو انجام بدیم و از اون چه سبب بدبختیمون میشه پرهیز کنیم. دوستای خوبم، دیدید چقدر خدای مهربونی داریم؟ اما خیلی از ما انسان‌ها متاسفانه ناسپاسی می‌کنیم و دستوراتش رو نمی‌پذیریم. بچه‌های خوب، می‌دونم شما از اون دسته هستید که می‌خواید خدا رو سپاسگزاری کنید. خداوند مهربونمون به آل داوود می‌فرماید: ای آل داوود، سپاسگزاری این همه نعمت را بکنید و بدانید که اندکی از بندگانم سپاسگزارند. پس شکرگزاری با عمل همراهه، به خاطر نعمتهایی که خدای مهربون بهمون داده، و اگر شکرگزار خداوند باشیم از ما راضی میشه و اگر از ما راضی بشه هم خوشبختی دنیا رو به دست میاریم و هم خوشبختی آخرت و بهشتی که نعمتهای بی اندازه در اون وجود داره رو صاحب میشیم. شکرگزاری در دنیا باعث زیاد شدن نعمت میشه، همونطور که ناسپاسی باعث تلف شدنش میشه. دوستای خوبم، بیاییم خدای مهربون رو عبادت کنیم و ازش پیروی کنیم تا اینکه از عهده شکرش بر بیاییم.
خداوند می‌فرماید پس الله را بپرستید و از سپاسگزاران باشید. بچه های خوب، یک انسان مؤمن هیچ وقت در خوشی ها خدا را فراموش نمی کنه و از اون برای نعمت هایی که بهش داده سپاسگزاری می کنه و هرگز از نعمت های خدا استفاده نادرست نمی کنه. از خدای مهربون می خوام که به ما توفیق بده که بتونیم به خاطر همه نعمت هاش سپاسگزارش باشیم. پس زیباست که هممون اینو بگیم: اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بار الها، مرا بر ذکر و شکر و نیکی عبادتت یاری ده. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.